بله، بدون شک پدیده تیم ملی در رقابت مقدماتی جام جهانی میلاد محمدی بود. 2 سال پیش که اینجا مهمان برنامه بود شاید خیلی کم میشناختیمش یا میشناختنش هواداران فوتبال، اما یه دفعه اصلا روند صعودی وحشتناکی رو طی کرد، اونم به خاطر سالم زندگی کردنش، یعنی اهل کار بودنش، رفته کارو گرفته اونجا و فیکس تیم ملی از موری که الان فکر کنم هیچ کس نمیتونه تصورش بکنه که در تیم. تو دست الان بسته بود، چی شد رفت دستت الان باز کردی؟ علی بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض خدمت شما بیننده عزیز. نه دیگه گفتم میام زور دوربینه. الان چی دستت هم کاملا در چه حدی مسئولیتت؟ حالا دیروز ام آر آی گرفتیم، حالا امروز معلوم میشه. دکترا نگفتن چیزی، ولی یه ماه و نیم اینا فکر کنم. اوه یه ماه و نیم اینا دوری ها. این بازه روسیه هم که دست دادی و آره دیگه. یه سه هفته فکر کنم، بعد سه هفته دیگه تمرینا رو شروع میکنم خودم اختصاصی. خوب برمیگردم. خوب برمیگرده دیگه. آره خیلی انشالله که همینجوری که خوب رفتی جلو. تو الان از مرداد دور شده دیگه؟ آره دیگه تنگ شده دوقلو. آره. فقط با هم اومده بودم. اتاقایی دارم. چی داری؟ سربازا رو دیدی تو مثلا تو سربازی مثلا یه چیز می‌نویسن حرفای دلشون رو. تو اتاق من دیگه تو دیوارا نوشتم دیگه حرفای دلم مثلا مرداد و فلان داخل پرانتز. بعد تو داش بودی یا ستون؟ ستون. اون میگفت داش ها. یه چند تا چیز دیگه هم یاد بده قابل پخش بشه. دیگه الان روسی یاد گرفتن. نه نه نکته تام همین هم اون بچه مال محل خودتون اینا یه چیزایی مثلا این چیزای باحال که بشه صحبت کرد قابل پخش هم باشه و مشکلی یادم ولی یکشو میگم تیر هوایی داری یا فلان. تیر هوایی داری یعنی چی؟ یعنی خیلی خوبی؟ یعنی دیگه تیر هوایی یعنی کار خوب انجام تیر هوایی داری. تیر هوایی داری خب. دیگه الان روسی یاد گرفتن. یاد اونجای روسی اویویو و اینا فلان. اویویو آره اتفاقا گل سما قدوس که پخش گزارش کرده اویویو همچی چیزی بود. اویویوی آن روز اون روسی سوئدی ربطی نداره. اونجا هم میگن ما اینو یاد گرفتیم. اویویو یعنی مثلا خیلی چیز خفن خوبی باشه. کار خوب انجام میده. اویویو دستشو اینجوری میکنه؟ نمیدونم نمیدونم. آخه تو خیلی خوب و سریع پیشرفت کردی. در تیم آن تیمیتون چیه داستان؟ این تیم احمد گروژنیه. احمد گروژنیه آن اسمش؟ من خودم فکر کنم گروژنیه. اینقدر شنیدیم من بابا میگه گروژنی یکی میگه گروژنیه خودم نمیدونم فکر کنم احمد گروژنیه. آره این که مال یه آدمه ها؟ این احمد رئیس جمهور پرزیدنت باشگاه. نه باباشه. آره بعد زنده است این آقا؟ نه بعد اسم ورزشگاهش هم ورزشگاه احمد آرنا است ها؟ به روسی میشه احمد آرنا. احمد آرنا بعد همه چی به اسم آقاست دیگه. این آقای احمد آره دیگه مثلا اونجا فایترشون خیلی قویه. چیشون قویه؟ فایترشون فایتر یعنی چی جنگنده؟ بوکسور یا داخل قفس جنگ میکنه. آه خواه خواه بعد احمد سیلا میگن. خواه احمد سیلا مثلا احمد پاور. آه آره دیگه اسم بیشترشون لباساشون همه. بعد هم از مثلا چرا مثلا آبراموویچ میتونه آیا واقعا میتونه اونجا روسیه عجیب غریب با مثلا استیمشو بذاره مثلا چرا رومن یونایتد یا مثلا اسم باباش دوست داشت مثلا پرزیدنت باشه بود به یاد باباش گذاشت. اما همش این چیزا تو ایران میگه یعنی چی مثلا اسم تیم یه کلاسی باید داشته باشه. ترک بود. ترک یعنی رودخونه بود میدونی که. خب یعنی رودخونه بود ترک اسم اون مدل عوض کرد. حالا دور شدن از مرداد سخت‌تر بود یا بازی فیکس تو لیگ روسیه؟ حالا ما مرد رضای سختی میگه فرق نمیکنه ولی دیگه زنگ میزنه میگه ایمون اومده همه چی اومده زنگ میزنه صحبت دیگه با همه تکنولوژی ها کامل گوشی رو زنگ میزنم میذارم اونجا مثلا راه میرم هر دو دقیقه بار یه دونه اینجوری میکنم به مرداد صحبت. بعد مرداد بازیشو دنبال میکنه دیگه بازیاشو گلمول چه نمیزنه؟ چه گل نمیزنه اصلا کلا. خب بالاخره چی بگم چیزی نمیفهمم. خوبن میاد شما؟ نه اونم خوبه یعنی آره. ولی روند روبروش تو خیلی گرفت سریع تو رفتی اون بر خب پیش رفتن بالاخره شرایط یه سری شرایط هستش که بالاخره شاید این ازاده رو نمیدونم شرایط باشگاه فلان. خودت فکر میکنی اینقدر سریع جا بیفتی اونجا اینقدر سریع پیش رفت کنی و برسی به جایگاه فیکس تیم ملی که هیچی تو باشگاهت هم همه بازی ها فیکس؟ خب اول هر کاری هر شغلی سختی‌های خودش داره. من خودم یه هفته اول رفتم اونجا بدنم اصلا آماده نبود همون روزایی که اولی که رفتم یه دفعه مثلا منم بودم فلان بعد یه دفعه اینجا یه دفعه تق صدا داد بعد من تو دلم پیش خودم گفتم تازه اومدی مصدوم شدی فلان
گفتم هیچ چیز دیگه بود، با همون درد تمرین کردم. تمرین میکردم فقط دوست داشتم کارو بگیرم، ولی خیلی درد داشتم. اصلا به هیچ کمی چیزی نمیگفتم. الانم اونجا درد دارم نمیگم اصلا. فقط میخوام بازی کنم. الان خب مسئولیت چیا کردی؟ الان دیگه نمیتونم. دیگه نمیتونی کار. نمیتونی دیگه. این یکی دیگه نمیتونی کارش بکنی. مثلا اومدم تو زمین دوباره خواستم بازی کنم، ولی دیگه نشد دیگه. درد داشتی و آره. حالا بعد صحنه مسئولیت چی شد؟ مسئولیت فکر کنم صحنه مسئولیت تو بچه‌ها داشته باشن. ببینید چی شد مسئول شدی؟ اون دقیقه 48 بازی یه دونه باسمون کارت قرمز گرفت. ما تصمیم گرفتیم که چی مثلا تلاشو بیشتر کنیم. تیمم ته جدول بود، باید می‌بردیمش. تیم ته جدول بود، حیف بود 3 امتیاز از دست بدیم. خب بعد ما خودمون به خودمون زیاد فشار آوردیم، بالاخره دیگه سر یه دونه صحنه الکی اصلا نباید می‌رفتم اونجوری شد دیگه. با این بازی میگفت یه بازیکنه دریبلت می‌زده، چی بود داستان؟ می‌خواستی یه بازیکنی مثل که دریبلت میزده زیاد عصبانی شده رفتی بدجور تو پاش همچی چیز اتفاق افتاد یا نه؟ یا این صحنه نبود؟ دریب منو دریب نه گفتی؟ من دریب خوردم؟ گفتی یکی بود هی منو دریب میزد تو این بازی اعصابتو خورد کرده بود. اصلا چنین اتفاقی با خودت گفتی؟ من کی گفتم؟ بابا صبح گفتی یه یارو پسره بود دقیقا با هم آخواتی بدجور هم داره خیلی دارم. من اصلا بازیکن نیستم که بیافتم زمین، ولی یه افتادم. چه داغه شاید چاقم داره. آره. کدوم صحنه رو شما گفتی؟ من نه یادم. من صحبت کردم. من فکرم اشیای صحنه آره گفتم. 100% اشیای آره. کردی. گفتم چی دیری بهت زدی؟ گفتم گفتم چی شو؟ گفت یه پسره بود. دقیقاً این جمله رو گفت. من صحبت زنگ زدم گفت یه پسره بود. گفتم صحنه مصومیت دنبال صحنه مصومیت. من دیری بهش زدم. آها تو دیری به تو دیری. آره دیری. من گفتم من دیری بهش زدم. تو که دیری نمیخوری اصلا. سعی میکنیم نخوریم. یه ما میریم یک به یک میشیم دیگه، میگیم با خدای حمایت هم کن دیگه، میریم بگیریم توپو بعد. آقا این من فکر کردم تو رای دریب میزده بعد تو عصبانی شدی. نه بابا من دریبش میزدم. آه تو دریبش میزدی. آفرین. آره 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 این آقاست. بعد الان فکر کن اگه مثلا تو موقعی که رفتی روسیه از استرا پرسوز قطعا پیشنهاد داشت دیگه. الان فکر کن به جای روسیه میرفتی استرا پرسوز قطعا فکر کنم پول بیشتر اینجا میگرفتی. 100% ولی واردم از همه پایینتره. پایینتر از همه بازیکن تیم ملی؟ نه همه بازیکن اونجا. آه از اونجا پایینتر. ولی مالیم خوب خدا رو شکر عالیه، شرایط همه چی اوکیه. خب نه من الان میگم پول کمتری گرفتی نسبت به ایران، پول کمتر گرفتی. آره آره ولی خب الان فکر کنم انتخاب راضی هستی. پیشنهاد تمدید دادم ولی نه الان فکر کنم خودت راضی هستی. آره خدا رو شکر. ببین الان تو من الان فهم فکر کنم تو میومدی مثلا استقلال یا پرسپولیس، الان حد اکثرش این بود که مثلا چه می‌دونم هر 6 تا بازی تیم ملی یه دونه 5 دقیقه بازی می‌کردی. الان رفتی اونجا اینقدر خوب پیشرفت کردی و حالا میگم صحبتی که همه اطرافیانش هم می‌کنن میلاد میگن یعنی اینقدر انگیزه داره. اولا مثلا شروع کردی اونجا زبان خوندن. آره اونجا من اول رفته بودم هیچ بلد نبودم، بعد دیگه تمرین خیلی تمرین کردم که یاد بگیرم. خدا رو شکر دیگه الان اونجا صحبت می‌کنم. قشنگ اینجا یعنی قشنگ چقدر قشنگ صحبت می‌کنم. چقدر طول کشید تا زبان یاد بگیری؟ هیچ چی فکر کنم هیچ چی بلد نبودی، با صفر رفتی اونجا. ترسم 6 ماهه یاد گرفتم، بعد اونجا مترجم یه سری گفتم هر روزی 5 کلمه برام بفرست. می‌فرستاد خدا رو شکر دیگه یاد گرفتم. یه مسابقه انجام دادی اونجا، اینکه نشون میده از صفر رسید خودت رو به این حد رسوندی فوق‌العاده است. یعنی واقعا بریم یه مسابقه رو ببینیم که به زبان انگلیسی اونجا بریم ببینیم اشکال نداره که بریم. بعد تو 6 ماه از صفر به این مرحله رسیدم و حال فکرم خیلی تلاش کردم تلاش کردم بیشتر بکنی دیگه قشنگ بری اونجا دیگه. مثلا ساعتت دیدم یاد خاطره بودم که پیش با منتظری تعریف میکنم. این اون نیست. این اون نیست؟ آره. این چیه؟ رولکس اصله؟ آره جدی؟ فیک اصلا. میلاد و فیک اصلا. آره اون ساعت رو راست میگم، یه دفعه دادی شاب دل از این ساعت هم 60-70 میلیون تومانی دفعه دادی اونجا. آره به خودم اومدیم 60-70 هم پولش کی داده بود بهت؟ یکی از بودیم اونجا هدیه داد. همینجوری خوش داد؟ چرا اون وقت؟ مسلمون بودیم داده هم دیگه اونجا هم خواهی شهر مسلمون خیلی دیگه همه مسلمون. آره خب بعد هم همینجوری خوشت اومد از خوشش اومد از تو؟ آره دیگه بعد ساعت 60 میلیون اونجا هر کی از یکی خوشش بیاد 60 میلیون ساعت بهش میده. من خیلی دوست دارم اونجا. کی؟ رئیسای باشگاه. آه رئیسای باشگاه. این تو اگه بخوام یه خصیصه از بازی تو خودت به عنوان نقطه قوتت ازش یاد کنی سرعت تو میگی؟
من سرعتم و تمرکزم. تمرکز یعنی اصلا اشتباه کم میکنه دیگه. اصلا کلا فکر و ذهنم از شب بازی میشینیم با آقا سید جلال صحبت میکنیم و اینا، میگیم چیکار کنیم چیکار نکنیم، کریم انصاری فر مشورت میکنیم. من شبای بازی خیلی سخت خوابم میاد. جدی؟ بله. در قیافت نمیاد. اصلا برای تیم ملی. قیافت میاد خیلی ریلکس. تو بازی آره، ولی تو بازی مثلا چیز داره، ولی بازی تیم ملی نکات که آقای کیروش میاره مو به مو بعد انجام بدیم. یه دونه بازی هم آخر بازی با سوریه بود. حالا در مورد اون صحبت، در مورد اون صحبت، تو الان تو این بازی فیفا 2018 محدود بازیکن ایرانی هستی که در واقع اشتباهتو ساختن دیگه. تو سرعتت اینا چند، خوب راضی هستی از سرعتت اونجا؟ 89 مثل که سرعتت. نمی 72. 72؟ نمیدونم 89 یا 89 آره. 89 چرا 72 داده؟ آره. یه تصویر از سرعت اول، 4 5 ثانیه اولش صدا داره. اینو ببینیم بعدش ما روش با هم صحبت میکنیم. شام. خب. بعدا همه رفتن خداحافظی کردن، بعد من و رامین نشسته بودیم. ببین من به رامین گفتم تو باشو خداحافظی، که اون به من میگفت تو برو خداحافظی. میترسیدی از آره دیگه، بالاخره رون بالاخره حرف میشید، نکاتش توی کش و قوس کارش انجام، چیزی که میخواست انجام نه. آره. اما تیرهوایی داری واقعا، یعنی اصلا یه بعضی حرکات واقعا تیرهوایی داره. آره. عالی. آره سه گل بخوای انتخاب کنی، گل برتر، گلی که پخش شد مهدی ترابی. چون رفیقته دیگه ها؟ یارداریوش هم خوب داره چون رفیقته. مهدی ترابی. نه حالا کار کدوم قشنگ داره غیر از اینکه مهدی ترابی؟ مهدی و داریوش دیدم فقط، دوتاشون هم خوب بوده. خب الان پخش کردن که ببینیم. آره دیدم ولی سامان قدوس مگه باش رفیق نیستی الان اومده تیم ملی؟ سامان هم آره خیلی باش رفیقم، قراره بریم سوئد، اونم قراره بیاد روسیه. با چرا کنید؟ هیچ دیگه بشه این دوره همین همینجا بریم، همینجا بریم کلا. نه یه بخش بچه مثبت بشه فقط کامل کامل، یعنی الان یک سال مونده تا جام جهانی، فقط و تنها فقط فوتبال 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 میشن و همین جور اونجا بدرخشی، بعد بری باشگاه خوب. یعنی آره به خود هدفم دارن. قرار تا کی با ترک؟ من سال دیگه هم احمد سال دیگه قرار داری؟ هدفم خیلی بزرگه. چیه هدفم؟ میام هدفت خیلی بزرگه. کجا مثلا؟ من دوستم هدف بزرگه دیگه، مثلا حالا دوستم که 4 تا تیم بالای جدول انگلستان باشم. انگلیس بریم؟ لیورپول اصلا نمیخوای بری؟ هم لیورپول هم خوبه. خوبه تو همیشه موقعات همینجور ساده بوده، از همون بچگی همینجوری بوده؟ آره ما بچه بودیم میرفتیم آرایشگاه، بعد سلمونی میرفتیم سلمونی. سلمونی با کلاستر از کدوم درسته؟ بی کلاستر. چی؟ سلمونی بی کلاستر. سلمونی آرایشگاه آره. با کلاستر آره. میرفتیم سلمونی موامونو بزنیم. بچه با الان سرکری بی کلاس بگی؟ الان تصمیم کوبرا رو گرفتیم. خب بفهم. خب آره رفتیم میرفتیم اونجا بیم. گفتیم مامون آلمانی بزن، بعد میگفت بشین میبس فلان، بعد یه دفعه کچل میکرد میگفت ای چرا کچل کردی، بعد میگفتش مادر گفت کچل کنم مدرسه ای بزن. هیچ چی دیگه هم موقع من عادت کردیم میگفتیم خودمون کچل کنیم، میگم ما خودم میزن. الان یه ذره آلمانی هم هست، یه ذره یه جورایی بغلات یکم کوتاه‌تر از وسطه. این خودت یکم سوسولی کردیم موقعا دیگه، بالاخره تو دوربین و اینا میریم گفتیم یکم بهتر بشه. الان ژلمل هم زدی این وسط قشنگ؟ تاف هم زدم. جدی؟ آره. بله. حالا طبعا نکته جلو خوب الان مرداد نیست، جاش خالیه. آره آره جاش خالی، حتی خطرناک مرداد میومد دفعه قبل یه سوتی داد مرداد، یعنی آره دیگه الان منم دیگه من با این اعتماد به نفس اومدم که دیگه اون بدتر نمیشه سوتی داد. آره دیگه ما اصلا دیگه آره دیگه دیگه من الان میلاد اومدم، میلاد گفت بابا بعد اصلا یار صبح همش گفتم تو بودی اون سوتی دادی یا مرداد بود، خودت گفتی نه مرداد بود، قسم خوردی گفتی مرداد بود. خب بالاخره استرس داشتی میگم. خب یکم که نه دیگه اصلا خیلی الان خیلی فرق کرده دیگه، تو به نفست رفته در حد تیر هوایی. تو دوران تمرین با این تو تیم ملی و از زمانی که با کیروش تمرین کردی سطح بازی چقدر فرق کرده؟ واقعا فرق کرده؟ خیلی زیاد یاد گرفتم خدایش. واقعا لول مربیاش خیلی بالاست، میبینیم مثلا خدا رو شکر به جوان، به خیلی جوان ها اعتماد کرد. الان بازیکنای خیلی خوبی داریم، سعید عزت الله سردار آزمون، همه بازیکنا همه هر کی تو روسیه باشه میگه دیگه ها. نه دارم میگم دیگه. آره. بعد رامین و
بعد خدا رو شکر همه بازیکن‌ها خوبن. بعد من اسم می‌کنم با این کادر فنی که داریم، با این بازیکن‌های خوبی که داریم، همه یه دل، کریم انصاری فر، همه احسان عاطفی، فکر می‌کنم خیلی حرف رو گفتم داریم تو جام جهانی. جام جهانی می‌تونیم بریم دور بعد. من اسم می‌کنم اینکه یه چیز از دور بعدم فراتر می‌ریم. جدی در این حد؟ آره. بعد دوست داری با کدوم تیم هم گروه بشیم جام جهانی؟ ایتالیا، برزیل. دیگه چی؟ همه خوبه؟ آره. تو لقبی که حالا بچه تیم ملی بهت دادم، نه من درسته یا نه، بهت لقب بچه گرگ دادم یا تو باشگاهتون همچین لقبی بهت دادم؟ آره، تایگر میگن، راکت میگن. همون همه لقب میگن، میگن اصلا بهتر نیست خداییش. آره، بعد بهشون بگن اونم میگن. آره میگن، میگن آره. میگ میگ بیشتر بهتون یه دقیقه. آقا خب نوع حرکت انفجاریت خیلی عجیب غریب و خوبه. خدا رو شکر. این با صحبتت هم این باعث میشه که الان تصاویر داره پخش میشه، یعنی بازیکن تا به خودش بیاد تو برداشتی و رفتی واسه خودت، یعنی اصلا این سرعتت فکر می‌کنم یه موهبتی که خدا در اختیار قرار داده و خوبم داره. خدا رو هزار مرتبه شکر. این بازی تو روسیه برای بازیکنان تیم ما، این بازیکن ما که در روسیه بازی می‌کنه، یه امتیاز دیگه براشون، فکر می‌کنیم می‌تونی تجربه رو منتقل کنی به بازیکن‌ها؟ اینکه شما تو روسیه بازی میکنید، فضا رو کامل میشناسید، اونجا وضعیت رو میشناسید کامل؟ آره، بالاخره زمیناشون رو دیدیم و شرایطشون رو دیدیم. و بعد آقا زمین های ایران هم، حالا من موکی ایران بودم تو دلم مونده بود حقیقت بگم، خدایی زمین ها رو خیس کنم بالاخره سرعت بگیره بازی. زمین ها رو خیس نمی کنم. الان خیلی بازیکنهای خوبی داریم، همین مهدی ترابی، بعد خیلی خیلی بازیکنهای دیگه که میتونم تو زمینای خوب بهتر کار کنن. همین ورزشگاه امام‌رضا رو من اونور بودن نمیدادن. برای چی نمیدادن؟ زمینا رو خیس کنن یا برسن این زمین خب فقط از خیس کردن زمین خیس هم بکنن. اینقدر زمین بده، پستی آره، بلندی داره. مثلا خودم راه هم بودم، مثلا یه باز دوستانی داشتم، مثلا داشتم میرفتم، زمین خاکی داشتن اونور برگزار میشد. آقا من اسم کنم بهتر میشه. راه خبر داره که چی شد الان؟ دست یک و دست یک هم اوضاعش خیلی خرابه. یعنی راه خیلی افت شد، تیم بچه‌های پایین بود، بالاخره می اومدن کمال و خیلی صادق واقعا خیلی اومدن فلان، امید آلوشا و اینا اومدن خودشون اونجا نشون دادن، بالاخره خودمون اونجا اومدیم. بعد دیگه اونجا خود آقا بهادرم که دیگه خیلی کمک کرد، سیامک، خدای تیم خیلی خوبی داشتیم، سختی می‌کشیدیم، خاطره شد. آره گردن، حالا الان مصطفی نه اونجا خوب کار میکنه، یعنی تیم اصلا آره، کسی رو نداره. آره، آره. اصلا هیچی ندارم اونجا دی، نه پولی دارم. اون موقع که ما بودیم اصلا یه دونه بازیکنای جوانون اصلا پول نشن برن تو خونه و فلان، یا بازیکنای بزرگتر و بهادر و سیامک اینا میگرفتن، ایبیو ایبی کریم. بعد تو متولد مهر هستی دیگه؟ بله. چه روزی؟ بعد اجرا دارن اینجا تولد سعید عزت الله هم. سعید عزت‌الله کی تولد داشت؟ امروزه. شما چی؟ من 3 روز 7 هفته من. 7 هفته 72. 7 هفته روندم است. آره. 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 تولد سعیدم تبریک میگم، انشالله که کارش موفق باشه. آره. تو اونجا چیکار می‌کنی غیر از تمرین و حضور در مسابقات؟ چیکار می‌کنی مثلا اوقات فراغت چجوری می‌گذرونی؟ غذا مزه چیکار؟ بگو. چیز خاصی نداره اصلا بیرونش. چند کیلومتری مسکو؟ 2 ساعت و ربع با هواپیما. با هواپیما تو تنگ بخوا بری میری مسکو؟ از مسکو، از مسکو میرم. بله. بعد اونجا یکم شرایطش خوبه، مثلا بالاخره شهر خوبیه، ولی من بیشتر ترجیح میدم تو خونه بمونم، اتاق بمونم. خدا رو شکر همه چی. غذا مزه چیکار می‌کنی؟ غذاشم غذاش یه ذره شبیه ایران، چون نزدیک ایرانه دیگه. نزدیک ایرانه. آره، مثلا زیاد فاصله. بعد مسلمانم هستن، غذاشون یه ذره شبیه ایرانه، ماکارونی و اینا، سس و آبقوره، سالاد هم میدونم. یعنی چی؟ یعنی خیلی. و تو وزنت اضافه که نشده اصلا؟ اصلا همون. من از همون اول همون 69-70 69-70 یه دونه میرم بالا، اصلا یه جوری میشم اصلا. برای فکر مثلا تو 5-6 سال قبل چه میکردی؟ الان یعنی این فاصله رو خیلی سریع طی کردی. یه زمان میگفتی همون موقع که اومدید به علامه 90 میگفتی تو رستوران پیک. آره، من پیک کار می‌کردم. بالاخره هر کس این دوره‌ها رو می‌گذرونه دیگه. یعنی مثلا خود علی بیرانوند، هر کس این دوره‌ها رو می‌گذرونه. خدا رو شکر الان شرایطم خیلی خوبه فعلا. با زحمت هم که با زحمت تو دعای پدر مادر که دیگه هر چی داریم از اونها و عمه است.
بعد مربیای بزرگی که باهاشون کار کردیم، حمید سیلیا، فرهاد کاظمی، مهدی تارت. خدا رو شکر. آقا اصلا سرمایه اونجا چند درجه از هوا اونجا؟ واقعا تو شهر شما سرتر از شهر شما هم داریم اونجا؟ آره، تومس که بعضی وقتا 66 هم میرسه. 66 درجه؟ آره، زیر صفر. اوه. ما بازی با آمکار هم که الان سعید توشه. آمکار آره. آره، ما بازی داشتیم پارسال، اینقدر سرد بود و اینقدر سرد پوست دست من تا حالا نیده بودم اونجا. خیلی سرد. بعد چی شد؟ اصلا اول بازی بود تموم کنیم بریم بابا جان. تمام شد بریم دیگه، همین تو بزنید بریم. خیلی سرد بود آدم نمیشد. آره، بعد این روسا آدم سرد مزاج چیزی آدم گرم هم سرد هم چجوری هم؟ روسا سرد هم میشن، یعنی گرم نیست هم مثل نگاه میکنی اینگاه مثلا با آدم دعوا دارن. جدی؟ آره، چشم هیچی دیگه، یکم سرد هم، ولی باشون که صحبت میکنی آدم های خوبی هم. آره. روسی سعی کردی یاد بگیری؟ یه ذره بلدم، مثلا خرشو. چی؟ خرشو یعنی خوب. آها. آره، تو من چیزم اسپانیا هم بلدم، رپیتو ترانکیدو. در حد چی؟ دوست کنم بعدی میگی بلدی؟ آره، چند تا یاد گرفتم که مثلا تو بازی به جلوی میخوام اطلاعات بدم بهش بگم. یعنی چهار پنج تا کلمه یاد بگیری میگه قشنگ زمانه رو بلدی دیگه. تو زمین کارم رو میدم. تو زمین کارت رو. یه دونه پاسم بالون آلسپاس. چی؟ تو فضا بهم توپ بده. آه، همین به زبان اسپانیایی میگم. به کی میگی؟ به بازیکن برزیلی میگم. آه، به زبان اسپانیایی باشون صحبت میکنی. خیر. دیگه وقتتو نگیریم، برو استراحت کن. بعد همراه تیم ملی میری برمیگردی باشون؟ حالا امارای قرار امشب جوابشو بدن، حالا منتظر. امشب یعنی کی؟ نمیدونم، ما دیروز گرفتیم. ساعت 12 و نیم شب دادن، ولی من هنوز نفهمیدم. تو یه برادر دیگه هم با خود به برادر که چقدر بدبادی داشتن، چه چقدر بدبدن. آره دیگه، میسم هم دیگه یه دونه داشتم دیگه. چقدر بدبدن قشنگ، یعنی تو پایینشه همه میترسن از قطعا. نه؟ یعنی همه هم رفیقیم پایینشه. آره. بعد یه برادر محسن. خب؟ مرتاد یه دونم خواهر داره. محسن از شما؟ از میسم کوچیک‌تر یه سال. آه، شما تعتقالی هستید؟ شما دوتا داداشا؟ نه، خواهرم. خواهرم تعتقالیه. آره، این فوتبال فانتزی یه نگاه کنید در آخرین دقایق حضور میلاد محمدی عزیز. این لیگ خود بازیکناست. حالا من بچه میگم کانال دوباره بذارند این اطلاعات مربوط به این مسابقه رو. مرتضی تبریزی اول از همه جلوتر، چون خودش گوش کاپیتان، 4 تا گل زد، بازی قشنگ خوش کشید بالا. فرشاد احمدزاده دوم، علی پور سوم، ساسان اومد پایین‌تر چهارم، محسن مسلمان، مهدی شریفی پنجم و ششم هستن در لیگ خود بازیکن‌های سرشناس. مهدی طارمی و سید حسین حسینی و شجاع خلیل‌زاده. اسم تیم ها که مثلا حسین معینی گوشه پدر خانواده، بعد بهزاد اولمپیک گوشه بارسلون پرستاره. این آقا این 66 درجه که گفتی واقعا فارنهایت نبود، سانتیگراد بود؟ فارنهایت بود، چی بود در آخره؟ واقعا 66 همون 63 اینه، بالای 60. 60 سانتیگراد؟ آره، اخبارم گفت آبو میریختن بالا. چی میشد؟ آب یخ میزد. مسابقه بچه ها دارن بقیه هم نشون میدن. مسابقه پیشبینی که هر هفته ما 1 میلیون تومن جایزه میدیم کسی که اول بشه و کلن آخرش یه دونه خودرو قراره. فانتزی هر کی اول بشه جایزه سفر روسیه است. این هفته از هفت بازی انجام شده، 4 نفر تا الان 67 امتیاز گرفتن. آقای میرکی، احمد نیا، امیدی و کوشا عباسی. چجوری میشه؟ یعنی 6 تا بازی رو کامل دقیق درست گفتن، یه بازی رو هم تفاضلش رو درست گفتن. این واقعا غیر ممکن است از نظر من. من کلا 37 امتیاز به کار میافته گرفتم، تازه خوب بودم. الان سر 51 هزارم. و کلا هم حامد این چیه؟ چروی یا چروی اوله و احسان جودی و مبین مرادی و بقیه هم که ملاحظه میکنید هر 10 نفرم آقا هستن. 10 نفر اولی که دارن واسه سفر به روسیه تلاش میکنند. اگه صحبتی داری میلاد؟ چی اینجا داری تشکر کنم از خانوادم و برادرم، مربیانی که زحمت کشیدن، مثلا آقای اسیلی، آقای فرهاد کاظمی، آقای مهدی تارتا. خدا رو شکر میکنم که الان حالا هیچ چی نشدیم. حالا هنوز انشالله که با دعای مردم به چیزی که میخواییم برسیم.
حالا قبل از خدافظی کنیم، انشالله که واقعا به اون چی که حقت هست که قطعا خواهی رسید، تو مطمئنا از اینا بیشتر پیشرفت میکنی، چون آدم ساده ای هستی، صاف و ساده و دوست داشتنی و میتونه همینجور انشالله بدونی که اسیر حاشیه بشی، همینجور ساده خودت رو حفظ کنم، موات همینجا در همین حد باشی، من اوکی هستم در همین حد، بری به مرز سوسول شدن اینا. حالا بعضی وقت بلندم میشه بالاخره. در چه حدی اون وقت؟ روزایی که تو تعطیلاتی ما بلند میکنه. و رابطت با بازیکن تیم چطوره؟ صمیمی هستی با بازیکن تیم؟ دوست داره؟ آره خیلی باشون خوبه. تیم هوایی باید حسابی در میکنم. کلاش هوایی. چی؟ با کلاش. اونجا ارتشش خیلی قویه. جدی؟ آره اونجا دیگه تیراندازی استاد شدن. آره تفنگایی دارن آقا. خیلی خوب. خیلی ممنون میلاد محمدی عزیز، از تو خداحافظی میکنیم، بریم و بخش بعدی برنامه رو ببینیم، برمیگردیم با شما همراه خواهیم بود.